حسين حسابي گناهاش بعد از اون ملائكه الهي میپرسیدن کی یگون اعمال ثواب و یگون اعمال خوب نداشت همین شخصیت کی همین شخصیت شما چکار کنه همین شخصیت شما سبوک کنه بعد از اون میقبیدن کی اخلا یگون علمای ربانی را دوست نمیداشتی و میگفتن نه یگون رفیق نداره که من علمای ربانی را دوست دارم دارم تا کیه نامش میگرفتن میآوردن میگفتن که تا همنشینی با علما داشتی میگفتن بله میگفتن به حرمت رفیق جنت برشا حتی که حدیث امام ابو رافعی که یک علمای ربانی به داخل قورستان میگذشت پروردگار 70 تا فتنه را از گورا دفع میکرد آثار صحابه بوده یعنی قسم اول از امت رسول اکرم مسلمان ها برادران علمای ربانی هست علمای ربانی بسیار شخصیت های بزرگ هست اینا وارث های رسول اکرم هست صلی الله علیه و سلم وارث کی هست؟ وارث کسی هست که مال مرده را میگیره پول مرده را میگیره خانه مرده را میگیره تمام چیز مرده را که ترکه کرده پرتوخته رفته وارثش میگیره اگر وارثش همونه در روی حرام صرف کنه همون مرده نزد خدا فقط جواب میتیه البته جواب میتیه اما امروز علمایی که بیاین و در سنت رسول در دین رسول در علم رسول در قرآن رسول در شریعت رسول اگر وارثی به معنی باشن خیانت کنن اگر رسول الله در روز قیامت در چهره اینو زجر میکشیدن برای همین هر کسی عزیز و علما را دوست داره این را نقض دانین دوست داشتن علمای ربانی این از کامل بودن ایمان هست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که علمای ربانی را احتیاط شد و دعاش کن چی و گفتن که دعای علمای ربانی رنگ دعای پیغمبر را در حق امت هست دعای علمای ربانی دویم گفتن علمای ربانی را غیبت و گمانی بعد عقش نکنه که گوشت علمای ربانی زهرآلود است شما را هلاک میکنه شما را نابود میکنه برای همین اگر در صحبت شینه فیض میگیری اگر در صحبت شینه برکت مییابی اگر همنشینش باشه برکت مییابی حتی روز قیامت شفاعت میکردیم علمای ربانی شفاعت میکردیم این بسیار مرتبه بزرگ است بسیار مرتبه کلام است دویم حضرت علی کرم الله وجهه را پرسیدن که قسم یکم علمای ربانی باشن علماهای ربانی را جاشان خالیه برادر اینا جای اینا پر نمیشود اینها رنگ همون مرواریدای هستن که دمو ریشته سوختن میمونن خالی دیگه خشا به حال انسانی که به این درجه رسن از این سفیان ابن ثوری را میپرسن که علمای ربانی کیست گفته علمای ربانی کسی هست که دنیا را همیشه با تمام انواع زیباگیش در پیش ایمان و عملش تینی پوچک مون میکنه تمام حرکت های نفسانی شهوانی در پیش او ذلت نشان داده میشود نفس او با شریعت لجام های همیشه حق در زبان شد همیشه تعلیم و تربیت و گوارا های در همه جا پرچم دین خدا را بلند میکنه علمای ربانی میگن این بینه که از یک فیض صحبت داملای هندوستانی در منطقه آسیای میانه صدها علما سربلند کردند در یک زمان وزبین زمان جهالت زمانی که خیلی زلالت زمانی که یک انسانیت در اون دوره از خط نیاگان و خط اسلام و خط قرآن و خط حدیث خواندنش برای او یا وهم و ترس داشت این علما شب و روز درس دادند شب و روز درس گفتن شب و روز حق رساندن روز از دنیا گذشتن روز از دنیا رفتن انا همون پرچم های دین خدا بلند شد برای همین دائما دائما و دائما خوزی عبدالرشید دعا میکنه در وقت پیریش که داملای هندوستانی آمدن تخم ادبیات و تاریخ و حدیث و تخم علم تفسیر و علم حدیث شناسی را گفته در منطقه تاجیکستان ما کاریدن رفتن همین شخصیت اساس گذارشته که بدیم علما زیاد بودن اما بعضی علما را صحبتاش برکت داره صحبتاش فیض داره ای صحبتاش تا به امروز چی علما و داملایی که میبینیم برادارا فیض هم میواد اینه میگن علمای ربانی دویم کسایی هستن که خدمت اینا را میکنن به حضرت علی کسایی هستن که خدمت اینا را میکنن اینه بین که یک سگ اصحاب کف از قفای علمای ربانی و مردای ربانی رفت فردای قیامت جنت میدروید این را میگم و باسد و زراعی بالوسید حتی که همون
دستای پیش سگ به همون شمشیرتاشون قطع میکنن که ای پای همین مورا نگیره نبیایه گفته همین سگ دومی نیکا را میگیره و دومی همه اولیا را میگیره دومی همه آدمای ربانی را میگیره بعد همه دستای بریده غار میروه داخلی همه غار میدرایه ایوه یا جدایی کردن نمیتونه ایره بزرگی را بین که خدا به تو فعل همین علمای ربانی همین سگم جنت میدروره برای همین خیلی همنشین با علما بودن بسیار چیزی بزرگه همنشین با علما بودن سه چیز حسرت دور میکرده یکم به قرآن عمل کردن دویم به سنت سیم صحبت علما حسرت دور میکرده در یادم فرد آدم ها حسرت نمیخوردیم فرد علما و انسان های قدیر علماش نه اینا حسرت نمیخوردیم برای انا همین خدمت علما کردن از واجبات دینه خدمت علما کردن از واجبات ایمان من بوده است طبق دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند هیچ محل در قرآن درجات کلمه را در حق ثروتمند نیاورده در حق زکات نیاورده در حق صاحب قوت نیاورده در حق صاحب علم آورده صاحب علم درجات پروردگار صاحب علم را درجه داده بوده حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مناوی روایت میکنه فرمودن که شما ای زمین ستاره ها رو دیدسته گفتن بله گفتن در جنت هم مرتبه علما نمی خیلی این ای زمین بیرون میبرید که ستاره ها رو میبینید انسان ها میبرامدیان که علما رو درجه در جنت نمی خیلی بلند بودن هم خیلی یک روشنک میتوفته اما در درجه او رسیده نمیتونستیم حضرت علی کرم الله وجهه با در دیگر آثارشون روایت کرده بیان در نامشون صدقه که علم به ده جهت تفسیر کرده بیان یعنی گفته که بدست هم که علم بهتره یا مال گفتن علم گفته به هم خیلی زیاد سلسله هاش گفته که علم معنیش همینه که همیقه صرفش کنی زیاد میشوه مال همیقه صرف کنی کم میشوه بعد از او بسیار دوام داد علم صاحبش بانی میکنه برعکس صاحبش مالش بانی میکنه من همی سوره کهف داستان بحث موسی و خضیر میبیاد چه بحث میشن در علم با سازنامه گیرن هردش ایش میگه که تو قدیمه صبر کرده نمیتونی ایش میگه که تو چو ایمان سوال میتهی همو تا میرن رحوشون جدا میشون علم انا همین های برای همین علما میگن که چهار چیز آدم بانی میکرده بعضی علما میگن سه چیز یکم که خونه دویمش که حکمت عادل که او را میگن ذل قرنین در سوره چی کف میبیاد سهیمش چی بده علم علم و صاحبش بانی میکرده هر کسی که رسول اکرم در حدیث گفت هر بارشون گفتن کن عالم ان صحابه را یا عالم شوه یا شنونده علم شوه نبین یا شنونده علم شوه یا طلب کننده علم شوه یا خادم علما شوه در چهار خصلت اگر نباشه شما هلاک شدگی اقلا همین روز خوندم نمیتونه یا علما را دوست داره اخران صحبتاشو نشینه گوش کنه هیچ علما دا نته قسم خدا قرآن کتابی هست که لا اسالوکم اجرا و هم مهتدون میگه این علمای ربانی از شما یگان پول و تنگه و یگانش طلب نمیکنن هدایت الله برای این علم داده بس از شما معلوم ده که در شریعت علما و ملا و داملا و علمای ربانی یگان سن نداشتین همون علم هدایت شما داده بس بده همه ای چیز روز قیامت اندازش در جنت عزیزا تمام میشده مگر علم علم ثوابش تمام نمیشده ثواب علم بسندگی نبوده است برای همین دویمش خادم علم بوده سیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلام حضرت علی کرم الله وجهه اشاره کردن که سیم طایفه انسان ها گفتن کذبابتی مثل چیان؟ مثل پشه ها هستن شمال که هر طرف که خستن گیره گفت سیله پشه رو آوردن میگیره گفتن چخیل؟ گفتن این دنیا را گردش شمول های همین آدم ها که در دو تیبالو نباشن یا خدمت علم در نباشن علمای ربانه نباشن اینا رنگ پشن گفتن یه روز ای شرق اگر شمول میبیا پشه پرشده میرن و یه روز اگر ای غرب میبیا هم میره میبرن یعنی که همین گردش ایام این مردم خود رنگ پشن نیست میکنه زیر نشوی اگر در دو خصلت دیگه نباشه آدم ها رنگ پشه بدیم این همه شما لازم میشه و من حاضر دیگه شما نمیبینی پشوی که شما رو میگزن مردن رفتن همش این دنیا همینه برادر و ده سال پیش در اینجا انسان هایی بودن که از خنجره اونها علاو میبرومنده که نیستن 20 سال پیش آدم هایی بودن که در صحبت اونها ما میترسیدیم دیگه نیستن ممکن که 10 سال پیش آدم هایی بودن که در گپی و یا صحبتی و یا ما خیلی ترسیده و هم کرده میسادیم در همون
رفیق داریشون و جور داریشون و پول داری منصب داریشون اما اونها نیستن. حضرت علی اونها را کذبابا گفته رنگ پشنگ گفته اینها شمال آمد بردن میگیره شمال آمد بردن میگیره خدا تان میگه گفت فلان بزه بود فلان بزه بود این خیلی بود اون خیلی بود شمال خدی همش تازه شده رفته استن ولی با ده سالی بعد نمیدونیم چی گپه. برای همین یا علمای ربانی شویم یا در خدمت علمای ربانی باشیم. انسان بسیار برکت میآورد. این مجلس ها را قسم به خدا به های دنیا دانید. این مجلس ها را به از تمام دارایی دانید. شیبا بسیاری کارا دردی سره. این مجلس ها رحمت در داخلی گرمونه. قطعا قیامت می روید. اکای حضرت مولوی کمتر می خونیم و بعد از او انشاءالله با دعا میکنیم. دریغ از توتی قدسی درگاه دریغ از نازنینی لی معلا دریغ از او سخنگوی درگاه الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. اون نازنینه که حضرت حسن فرزند علی کرم الله وجه روایت میکنه که من تقویه داشتم که از ختیجه که پیش رسول اکرم فرزندار بودن من از همون میگه تقویه داشتم. یک روایت یا خالم بود میگه آمده بود پیش من من میگه از او پرسیدم چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای من قصه کن شما پسندرشان بده یا دخترشان بده شما دید حضرت برای ما گفتن چخل بود گفت حضرت چهره شان گندمی بودن خدی مربوع پهلوان گردیش داشتن نه کلته بودن نه دراز بودن در بین قاشان یک رگ هم خیلی بلند میستاد و همه استوانای حضرت به قوت بود و قفص سینه کشا داشتن یک مراتبه قفص سینه شان را دیدم شیر باری سفید بود و چهره های حضرت میگم میخل درخشان قاشاش میگفتی که به گوشاش رسیدگی های بین بینی حضرت بلند بودن وقتی قدم میزدن پهلوانگردیش میکردن موی سری جعده جنجله داشتن گاگا موشان بالای گوشاشان در میامد ریش حضرت پره بودن یگان مراتبه بدن حضرت به عطر من ندیدم همکه خوشبو بود. اگر کوچه قدی میگذشت همه تماشاش میکرد صدها و صدها زنها آمدن خودشان حضرت بخشیدن که ما را نکاح که فقط میخندید میگفت که تا اجازت خدا نشه من کسی را نکاح نمیکنم. حتی میدیدگی انسان میگه حضرت را عاشق میشد. جوان مردی حضرت میگفت از شمالهای سلقین سحرم میگفت برای آدم تست تاثیر میکرد آدم سحر بره بینی روش تست سلقین میشود اما میگه جوان مردی جناب پیغمبران شمال بود. همیخل خیلی میگه جوان مرده همیخل نازنین همیخل شخصیت همیخل خوشرو چی شد؟ دریغ از سروری معراج الاولاد شما شد زیر ابری پرده خاک رسید در شست و سه عمری مبارک بشد فرمانش از عزی تبارک با اعضای مبارک زد شرر تب بیشون واقف نبی از خاندنی رب. این سروری معراج این شخصیت بزرگ این قدر شخصیتی که در 63 در آمدن فرمان پروردگار قدیم میگه بدن حضرت بیمار شدن آستا آستا جناب پیغمبر دیگر از نماز پنج وقت رفتن هم دیگر واقف شدن رفتن نتونستن اما حاضر به صحبت جمع اصحاب بگو حضرت به سوی اهل احباب به ما هر کس اگر دارد قصاصی بگیره تا شمم از وی خلاصی. تمام صحابه بالای سر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمدن تمام دوستا آمدن بعد از او حضرت میگه سرشانو بلند کردن که کسی که اگر ایمو قصاص داره اگر قرض قواله و قصاص باشه بیای ما میتیم شه از ما خلاص شود و ما هم از او خلاص شویم. دی همینجا همه حقی امانت نمانت تا به صحرای قیامت همه گفتند و غیر از جان سپاری نداریم با جنابت حق گذاری.
زجاك شخيذ الأزميان زجاك شخيذ الأزميان بخاهم گذر بیتازیان. جناب پیغمبر گفتن بیای حق امانت ما تیم که قیامت روزی وزبینه در اونجا وزبینی تن رای ما در اونجا توخه نداریم حق امانت دادن. تمامی صحابه گفتن حضرت غیر جان سپاری هیچ حق امانت در اینجا نیست دیگه ما یکان تمام حق نداریم. همه حالت گفتند که اکاشا میگه ایجاش خیست گفت ای فرستاده خدا شما ای ما یک ضرب قمچین قرضاری فلان وقتی که کردی عزم لشکر در آنجا بود این اصحاب اکثر زدی با سوی اشتر تازیانه رسید آنجا مرا در پشتیشانه یک روز در یکی از غزوه ها حضرت شما رفته همه صحابه شهید های شما شتر در تازیانه و قمچین زده همو قمچین به جای در شتر رسه گفت در شانه ای من رسید بگیرم ای نبیان انتقامم بگیرم ای نبیان انتقامم اگر چنده که در خدمت غلامم بگو حضرت بیارد زود و قمچین شوم فارغ از این حق دار ایدین بیاوردند آنگه تازیانه گریب اکاش قایم در میانه ای پیغمبر من انتقامم میگیرم اگرچه در خدمت در پیش شما حضرت غلامم باشم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن روی قمچین رو بیاری اکنون تا حق این انسان رو من خلاص کنم آخرین حق داشته همون حالت تازیانه را گرفتن آوردن اکاشه گرفته بالای سر جناب پیغمبر آمد زیجا برخواد گریان گفت بو بکر زیجا برخواد گریان گفت بو بکر دی هم اموال خود به حیل و مکر همه طاعات عمری خیش بخشم مزن اندر تنی گلواری خاتم ابو بکر ایجاش خیست گفت اکاشا قسم به خدا به یگان حیله و مکر در همی عمرم چند طاعت و عبادت دارم برای تو میتیم لیکن بیا رسول اکرم نزم بگو اکاش سوی یاری اول نگردد مشکلت از این سخن حل زنم من همچنان که مصطفی زد ندارد سود با من عذری بیحد بعد از اگو نگو ابو بکر در جاد شینگو اکنو صحبتو نمیگذرم عمر برخواد میگریفت تازیانش چکید از میشه اشکی روانش به اکاشه بگفت ای یار بیشنو ثوابی هم غذای کهنونو دی هم با تو ثوابی جمله جان بزن در پشت من گر خواهی چندان مزن زینهار بر ختمی رسولان که میلر زرزی زربی او دل و جان حضرت عمر اجاش خستن قمچین نگرفتن چشماش مگه پوری آب حضرت عمر اگو اکاشا خوش رو گوش کن چند قدر غذا و جهاد داده من اشتراک کردم چند قدر ثواب و ثمره دارم همشه گیر در پشت من چنقه میخواهی زن اما بیا رسول اکرم نزن اگر تو یه ضرب میزنی میدونی گفت ای ضرب حضرت گفت تمام بدنهای ما میلرزه بیا که ای دعوت گذر اکاشا بگو اکاشا سوی یاری دوم ندارد سود با من این تکلم زجا برخوازی نورین عثمان دی هم گفتا ثوابی ختم قرآن عدد عثمان خیز گفت هر فقط که من قرآن میخونم من امرو ثوابشم میتیم در روایت آمده که بدن که
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه همین خیل قرآن زیاد خواندگی بده است که همین ورقای قرآنش ای ورق زدن دریدگی بده است بسیار میخونده است گوده ثواب همه را همش میبخشم تا اکاشا دی هم مالی خزینه جمله یکسر مزن زنهار در پشتی پیمبر چو اکاشا بگو ای یاری صوم عمدارند بر حضرت ترحوم ولیکن من قصاصی خود بخواهم نباشدن در این معنا گناهم زجا برخواست آنگه شای مردان ولیو در شجاعت شعری ازدان اکاشگو عثمان همه حضرت رحم دارند اخی ما قصی خیلی ما طلب دارم یکان چی ای برنامه بیره نبر آمده ما چی گناه دارم در این همین حالت ده که عدد علی کرم الله وجه اجا خیستن شعر خدا گفتن که دی همه اجر و ثواباتی غذاها همه خیر و احسان و سخاها بگیر این دلدل و شمام و قنبر بزن قمچین مرا صد بار بر سر مزن زنهار پشتی مصطفی را مکن آزرده محبوب خدا را بگو اکاش ای یاری چهارم به حق خواهی نبی باشد توهم بگیرم من بظاهر انتقامم اگر چنده که در معنا غلامم نشد مقبول عذری جمع اصحاب فیغا شد در میانی جمع احباب گفت علی رم نگذشت میگه هیچ اکوشه هیچ کرده گردن همه چه او نمیگه شده از چشمی همه از داغ جاری نزولی اشک چون ابری بهاری بگفتش مصطفی ای صاحبی حق بزن گر خواهی دوشم را کنم شق هیچ کس گپ نمیگذره مردم رنگ ابری بهار گریه دارم جناب پیغمبر گو بیا صاحب حق بیا اکنون گو ما پشمانو پهم میکنم حق تگیر مکن تأخیر در حق گذاری که فرصت شد قریب از حکم باری بگو اکاش ای ختمی رسولم فدای مقدمت بادا دل و جان با وقتی ضرب بودم من برهنه با عریانی زدی تو تازیانه شما پوشیده اید ای مرسلی رب چگونه در قصاصم میزنم ضرب افری ساده خدا که پیش ما دروز من حقم میگیرم اما در وقتی زدن تنه من لچ بود تنه شما پوشیده با عدالت به جا نمی بیایم شما هم باید پشت نگو که فریساده خدا لچ که نگفت تا اینکه عدالت الهی جاری شما شما من لچ قمچین زده بده برهن کرد و دوشی پاک حضرت نمایان شد عیان مهری نبود بمالید روی خود اکاش بر آن بدیدن حاضران از باعثی آن وقتی که کرته حضرت میگه فرمان برداشت که پشت شانه های جناب پیغمبر ده مهری نبوت که محمد رسول الله نوشتگی بده جانب خدا مادرزاد یعنی که مهری انبیاء الهی در تخت پشتشان بودن بعد از اون میگه اکاشه در پیش حضور صحابه چهره های خوش در همون مهر مالید و بوسه کرد در یک روایت هم سلمان فارسی میگه وقتی ای پشت جناب پیغمبر آمدم ای پشت کرته کرباسیشون مهر نمایان بود خدمه بالای همه مهر در پرتافتم و موچه کردم همین وقتی موچه کردن در میگه جناب پیغمبر نگاه کرده گفت این مردک ای دوزه خلاص خود همین قدر دعوای اکاشه و همین قدر پافیشاریش برای زیارت مهر بود است میگه وقتی مهر زیارت کرده وقتی که بوسه کرد جناب پیغمبر گفت ای گو اکاشه گفت تو پیروز شدی گو ای دوزخ خلاص خوردی بمالید روی خود اکاشه بر آن بدیدن حاضران از باعثیان بگفتش عذر ای سرور ببخشا
برای توپ مهرت بود و دعوای حضرت گفت من بخش گفت دعوای من زیارت مهر و نبوت شما بود به ضربی تو کجا باشد مراحت به ضربی تو کجا باشد مراحت به این گستاخی من دل مکن بد امان بهتر که از چشمم گزد مار که تا در پاید ای سرور خلد خار مرادم پیشی پاید جان سپردن زی عمری خیزر به پیشی تو مردن حضرت گفت قسم به خدا چشمم مر گزد گو روزیم لیکن روزی نیست من گفت که من در شما ضرب کنم ای همین عمری خیزر من در کار نیست آرزوم همین بود که در پیش پای شما جان تیم جنازه من خود خونی زیرویت هست اندر چشمی جان نور شمد به نوری تو جانی جهان کور زی دنیا می روی از قسمتی رب و یارانی و یاران به تو گردد روز چون شب نباشد من در بینی کواکب فرو ماند به ظلمت نجم ثاقب همان نور الهدى محبوب سبحان برای حق گذاری گشت عریان تو اینا شست روی در چی کاری تو اینا شست روی بس در چی کاری بری آزاری دلها زهری ماری برای حق و برای حق طلب کردن و برای حق دادن این نور الهدى این اصل موجودات این نور خدا بدنشان لوت شد حضرت ما را نصیحت کرده است که ای سرزده ای بسعودت وقتی حضرت برای حق گذاری که تنش لوت شده باشه تو چکار کرده گشت اسم میگه تو پگه چکار میکنی یا مورا نصیحت داره که تو چکار داری تو پگه چی حال داری یعنی معلوم بود است که برادر و هر یک تمون در پیش پروردگار فردا از این ناحقی ها و از این ناکار ها مونسی هسته اگر ما هم ای حق گذاری تنمون رو لچ میکنم جناب پیغمبر برای اتوازیم تنش رو لچ ده بده یعنی که خیلی انسانی در کاره که اکنون از این مضمون و از این گپا نتیجه خوب برداره بیا با همه زندگی مون یادگاری مون بخشش پرسیم و یادگاری مون رو بخشیم و یادگاری مون رو حرمت کنیم و یادگاری مون رو دوست داریم و چیزی که از تجاوز کاری به معنی گشتگی باشه ولی هم سری وقت بخشش پرسیم زیرا اینکه اون روز به دیر میشود پروردگار ما رو برای راست هدایت کن ما رو توفیق بندگی